چون امیدوارم حالتون عالی باشه تو این جلسه ساخت ساده ترین جملات فعلی با کلمه پرسش رو با هم بررسی میکنیم در واقع چیدمان اجزای جمله مثلا در خصوص فعل رابطت میگیم کجا کار میکنی چه زمانی کار میکنی چه جوری کار میکنی با من همراه باشید بچه جون ترم یک رو داریم تموم میکنیم توی جلسه گذشته که لینکش رو براتون میذارم بالا زمانها رو یاد گرفتیم تمامی افعالی که در سطح ترم یک هستن یاد گرفتیم صرفشون کنیم در زمان حال در زمان گذشته در زمان آینده توی جلسات قبلی در همین پلیلیس هم صرف افعال یک و صرف یک افعال و دو افعال رو یاد گرفتیم الان ابزار کار دستمونه و باید بتونیم ساده ترین جملات پرسشی با کلمات پرسشی مثل گیدیه در کجا کاکدا چه زمانی شتو چه چیزی کتو چه کسی کاک چطور چه چگونه چه حداقل در سطح ترم یک باید بتونیم این جملات رو بسازیم بریم سراغ چیدمان جملات فعلی که در حال حاضر ابزارش داریم و میتونیم جمله سازی کنیم فقط خواهشم ازتون از اینه اگر جلسات قبلی رو ندیدید اول برید اون جلسات رو ببینید چون لازمه و پیش نیاز این جلسه اینه که شما صرف فعل و بلد باشید و بتونید در سه زمان حال گذشته آینده جمله سازی کنید بریم سراغ مبحث امروزمون بچه ها جون ساختار جمله در زبان روسی به این شکله فائل به اضافه فعل به اضافه ی مفعول به اضافه ی بقیه اجزای جمله که میتونه قید زمان باشه قید مکان باشه یا هر چیه دیگه به عنوان مثال با همون افعالی که ما تو ترم یک یاد گرفتیم مثل رابوتات کار کردن عدیخات استراحت کردن گولیات گردش کردن چیتات خوندن زافتراکات صبحونه خوردن داد نهار خوردن اوژینات شام خوردن دیلات انجام دادن تمامی این فعلا رو ما توی ترم یک با هم دیگه یاد گرفتیم الان یاد گرفتیم ساختار جمله میشه فائل به اضافه فعل به اضافه مفعول به اضافه بقیه اجزای جمله حالا که این ساختار رو یاد گرفتیم میخوایم ساده ترین جملات در زبان ریس رو بسازیم به عنوان مثال من کار میکنم فائل فعل یا رابوتایو تو کار میکنی تی رابوتایش فائل فعل مثلا اگر جملهمون مفعول داشته باشه یعنی فعلمون متعدی باشه گفتیم بعد از فاعل و فعل ما مفعول رو داریم به عنوان مثال یا چیتایو جورنال من دارم میخونم چه چیزی رو مجله رو پس مفعول بلافاصله فاصله بعد فعل اومده مثلا دی پیشش پیسمو تو داری مینویسی چه چیزی را نامه را پس اگر در جملاتمون مفعول وجود داشته باشه مفعول بلافاصله بعد از فعل میاد پس ساختار جمله میشه فاعل فعل مفعول به اضافه بقیه اجزای جمله مثلا به عنوان مثال یا چیتایو کنیگو اوترام من صوبا کتاب میخونم تی پیشش پیسمو ویچرام تو بعد از اورا شبا نامه می نویسی. مثلا می گولیایم با وسکریسینیام ما یک شنبه ها گردش می کنیم پس تمامی اعضای جمله بعد از مفعول قرار می گیره حالا می تونیم قید مکانم بهش اضافه کنیم مثلا یا چیتایو کنیگو اوترام نرابوته من صبح سر کار کتاب میخونم یا مثلا تی چیتایش جورنال اوترام دو ما تو صبح توی خونه کتاب میخونی مجله میخونی فقط مهم اینه که تو ذهنمون باشه فائل فعل مفعول قید زمان قید مکان بقیه اجزای جمله حالا اگر کلمه پرسشی تو جمله باشه همون اول قرار میگیره پس کلمه پرسشی میاد اول این فرمولمون کلمه پرسشی به اضافه فاعل به اضافه فعل به اضافه, فعل، به اضافه مفعول به اضافه بقیه اجزای جمله کلمات پرسشی که توی ترم یک یاد گرفتیم مثل کتو چه کسی شتو چه چیزی کاگدا چه زمانی گدیه در کجا کاک چطور چگونه مثلا میخوام بگم که چه زمانهایی تو کار میکنی کاگدا میاد اول جمله فاعل فعل مفعول بقیه اجزای جمله پس میگم کاگدا تی رابوتایش چه زمانی تو کار میکنی جواب میدن یا رابوت اوترام من صبح کار میکنم یا مثلا کجا کار میکنی گید تی رابوتایش در کجا تو کار میکنی پس توی این ساختار هم دارید میبینید که کلمه پرسشی دیه میاد اول جمله گدیه تی رابوتایش در کجا تو کار میکنی به عنوان مثال یا رابوتایو نزاووده من تو کارخونه کار میکنم دی رابوتایش دو ما تو توی خونه کار میکنی حتی اگر کلمه پرسشون کتو باشه فائل رو مورد سوال قرار بده باز هم اول جمله میاد مثلا میگیم کتو چیتایت جورنال کی داره مجله میخونه جواب میدیم آنتون چیتایت جورنال آنتون داره مجله میخونه یا مثلا یه فعل مهم مثل دیلت انجام دادن هممون عادت داریم وقتی زنگ میزنیم میگیم شتو تی داری چیکار میکنی؟ این ساختار از کجا گرفته شده؟ از فعل دیلت که ما صرفش رو تو جلسات قبلی با هم کار کردیم کلمه پرسشی شتو به معنی چه چیزی میاد اول جمله بعدش داریم فاعل فعل بقیه اجزای جمله پس زنگ که میزنیم میخوایم بگیم What are you doing? تو داری چی کار میکنی؟ در حال انجام چه کاری هستی؟ میگیم شتو تی تو داری چی کار میکنی؟ شتو دی دیلایش تو داری چیکار میکنی بچه جون توی محاوره چیو هم میگن چو دیلایش ولی ما آکادمیک یاد میگیریم و زمانی هم که تو محیط باشیم بسته به اکسنتی که داریم میشنویم اکسنتمون به خودی خود شکل میگیره پس هم میتونید بگید شتو دی دیلایش هم میتونید بگید چو دیلایش شتو دی دیلایش اینو همش ممکنه در جوابم از هر فعلی که تا حالا یاد گرفتیم میتونیم استفاده کنیم یا رابوتایو من دارم کار میکنم یا دیخایو من دارم استراحت میکنم میگولیای ما داریم گردش میکنیم و هر چقدر بخوایم میتونیم جمله رو بست گسترش بدیم مثلا میگولیایم ویچران چرا؟ پارک ما بعد از اورا تو پارک گردش میکنیم پس ساختار جمله شد کلمه پرسشی اگر باشه اول جمله است به اضافه فائل به اضافه فعل به مفعول به اضافه بقیه اعضای جمله که میتونه قید زمان باشه قید مکان باشه مثلا فعل عادی کلمه پرسشی گیدیه در کجا میخوایم بگیم در کجا تابستونا شما استراحت میکنید کلمه پرسشی رو میذارم اول جمله گیدیه بعدش فائل رو دارم وی گیدیه وی بعدش فعل رو میخوام خایت بعدش بقیه اجزای جمله مثل لیتام تابسونا. پس میگم گیدیه وی ادیخایت لیتام تابسونا شما کجا استراحت میکنید جوابم میدم به عنوان مثال یا ادیخایو لیتام ناموره تابستونا من لبه دریا استراحت میکنم نپیشید اف کامنتر یا توی کامنت ها برای من بنویسید گیدیه ری ابیچنا ادی لیتا معمولا تا به سونا کجا استراحت میکنید آبیچنا میشه معمولا گیدیه وی ادی کجا شما استراحت میکنید برای من توی کامنت بنویسید منتظر کامنتاتون هستم کلمات پرسشی که توی ترم یک باشون آشنا میشیم همین کلمات پرسشی در کجا چه زمانی چه کسی چه چیزی چه جوری کلمات پرسشی در سطح بالاتر مثل اینکه به چه کسی با چه کسی برای چه کسی درباره چه کسی اینها رو توی ترم بالاتر یاد میگیرید و میتونید جملات در سطح پیشرفته تر بسازید فعلا در سطح ترم یک فقط بعد جملات رو کنار هم اسامی رو کنار هم قرار بدید فعلا در سطح ترم یک فقط کافی اسامی رو کنار هم قرار بدید افعال قیدها کلمات پرسشی رو بدونید در کجا باید قرار بدید که یاد گرفتید کلمه پرسشی اول جمله به اضافه فاعل به اضافه فعل به اضافه مفعول به اضافه بقیه اجزای جمله ولی لازمه بهتون بگم که کلمات در جملات بر اساس اون تأکیدی که دارید قابل جابجا شدنه یه موقع هست شما تاکیدتون روی زمانه پس قید زمان رو میارید اول میگید زفت را یعنی را فردا من کار نمی کنم به عنوان مثال پس بر اساس تاکیدتون کلمه پرسشی یا هر کدوم از اجزای جمله قابل جابجاییه بر اساس تاکیدتون ولی ساختار کلی 90 درصدیشو شما دیگه یاد گرفتید امیدوارم از این جلسه لذت برده باشید لطفا با لایک و کامنت از کانال خودتون حمایت بکنید و اگر تا الان سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب بکنید که جز اولین نفراتی باشید که آخرین ویدیوهای آموزش ما رو تماشا میکنید یه جمله برای کامنت داماش نزادانی بهتون گفتم فرموش نکنید معمولا شما تا ها کجا استراحت میکنید دوستتون دارم تا جلسه بعد پکا پکا